سلام، خوش اومدید. من احسان آمرتوسی هستم. خالکوبی، راهی برای بیان تصویری یک هویت منحصر به فرد و بیان دیدگاه شخصی فرد نسبت به زندگی، یا فقط نشانه پیروی کردن از مد روز؟ چه اتفاقی افتاده که خالکوبی که زمانی خرد فرهنگ گروه‌های اقلیتی مخالف با فرهنگ غالب بود، امروز نسبتاً پذیرفته و عامه پسند شده؟ اگه بدنتون رو خالکوبی کردید، از تجربتون بگید، از انگیزه خالکوبی تا انتخاب طرح و اجراش و البته نگاه اطرافیان و جامعه به شما. اینجا هشتگ شماست. از این راهی که الان دارید میبینید، یعنی ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر، برامون نظرتون رو بفرستید. میتونید زنگ بزنید با شماره که الان رو صفحه ظاهر شد و از طریق بحث تلفنی هم با ما بیان بکنید نظرت خودتون. امروز صبح در تلگرام ازتون خواسته بودیم که اگه خالکوبی دارید برامون عکس بفرستید، از انگیزه هاتون بگید، احیانا پشیمون شدید یا همچنان میخواید نگه دارید اون طرحو، و البته تصاویر زیادی گرفتیم، بعضی از این تصاویر رو در ویدیوی اول برنامه میبینیم همراه نظراتشون. بر اساس یک انگیزه شخصی و باوری که داشتم خالکوبی کردم. دلیلش هم این بودش که طرحی که انتخاب کردم طرحی بودش که بیانگر خانواده هست. خالکوبی روی گردن من یاغی نوشته، به این دلیل زدم که اولا حالا بین دوستان و اونایی که منو میشناختن به این اسم گفتن. شخصی که تو رپ، موزیک رپ واقعا کاراشو دوست دارم، با اسم یاغی، حالا و طرفداراش با اسم یاغیون شناخته میشن. طرح خاصی نبوده، همینطوری خودم دوست داشتم یه چیزی رو کشیدم و بعد دادم به کسی که این کار رو میتونست انجام بده. انگیزم هیچی، از بچگی میدیدم خالکوبی رو، علاقه من بودم، چون مثل نوعی بود برام تو ذهنم، مثل جالبی بود. مریم اون رو عوض زدم چون خوشم میومد ازش، چون شنیده بودم که ممکن آدم ازش خسته بشه، برای همین پشت خودم انتخاب کردم که این حالا تحریک کوچیکو بزنم و اینکه جلوی دیدم نباشه تا یه روزی ازش خسته نشم. و بر روی طرح و جایی که میخواستم انتخاب بکنم همه این مسائل انقدر فکر کردم که هیچ وقت احساس پشیمانی بهم دست نده و خسته هم هیچ وقت ازش نشم. من از روی علاقم اینو زدم و فکر نمیکنم الان 3 سال میگذره که پشیمون نیستم. حالا بیشتر از این بگذره و پشیمون شم اونو نمیدونم. معنی فوریتو که میدونید تینو من خودم زدم، یعنی فراموش نشدن، فراموشی به عنوانی که مطلبی رو فراموش نکنم و اصلا پشیمون نیستم، چون لحظه زدنش طرز فکر خاصی داشتم که همیشه اونو به یادم میاره. انگیزه خیلی متنوع، بعضیا واقعا برای یاغیگری مثل یاغی ممکنه که این طرح رو انتخاب کرده باشن، ایده‌ای هم واقعا فقط یک انگیزه شخصی دارم برای زیبایی شاید بوده. با وبکم عادل رو از نروژ داریم، البته روی خطوط تلفن هم بعد با دو تا از بیننده‌های دیگه هم صحبت خواهیم کرد، با آذر از فنلاند و عباس از آلمان که نفر بعدی هستش. عادل، از خود شروع بکنیم. همکارانم میگن تو تتو داری، میتونم سوال کنم تتو کجای بدنت؟ اگه احیانا امکانش هست نشونم بدیم اول کار. سلام عرض میکنم خدمتتون. من دو تا تتو دادم، یه تتو رو دستم هست این قسمت که به زبان ژاپنی نوشته شده، و یه تتو هم یه لنگر رو دست راستم دادم. بسیار خوب. من فقط اگه صدای شما رو از طریق گوینده‌های داخل استودیو هم بشنوم به همکارانم دارم میگم بهتر خواهد بود که راحت‌تر بتونیم با هم صحبت بکنیم. عادل، حالا انگیزت چی بود؟ به هر حال یه لنگر داری، یه نوشته احتمالاً اونور روی دست چپت داشتی. انگیزت چی بود؟ انتخاب این اصلا از کجا اومدش؟ چرا به فکر تتو افتادی؟ فقط زیباییش بعد من بلاک بود، یعنی من هیچ تصمیم خاص دیگه‌ای نداشتم، نه عضو حزب سیاسی خاصی هستم، نه عضو کمپین خاصی هستم که بخوام از بدنم به عنوان شعار دادن استفاده بکنم، و فقط زیبایی بود برام. و الان هم اگر در سوالی که تو هم توییتر هم تو تلگرامتون پرسیده بودیم بخوام پاسخ بدم، الان از یک جنبه پشیمونم که چرا زودتر این کارو انجام ندادم. یعنی ترجمه دادی زودتر این کار بشه، ضمن اینکه من معنی اون عبارت ژاپنی که روی دستت بود و طبیعتا نمیدونم چون ژاپنی بلد نیستم، معنیش چیه؟
من خودم هم قبل از اینکه انتخابش بکنم نمیدونم، من از الفابت از الفبای ژاپنی خیلی خوشم میومد. یه بار دیگه بهمون نشون بده عادل اونو. بسیار خوب، در واقع از الفبای زبان ژاپنی خوشت میومده، بیشتر لحاظ تصویری و زیبایی شناسی بر جالب بوده. اما به هر حال جاهایی رو انتخاب کردی عادل که اگر بخوای بتونی بپوشونیش، به خصوص در محیط حرفه‌ای در فضای کار. بعضیا میگن که ممکنه که برداشت‌ها و قضاوت‌های خوبی نشه از کسایی که خالکوبی دارن. تجربهشو تا حالا داشتی که مثلا حالا در یه فضایی بودی که آستین کوتاه تنت بوده، دستاتو دیدن، بعد لزوما نگاه خوبی هم بهت نکرده باشن، یا این تجربه رو نداری؟ خوشبختانه نه، من تجربه، یعنی بیشتر شروع صحبتی شده، حتی شده که مثلا مدیر بالاتر از من از من پرسیده که کجا خالکوبی کردی و اینکه آدرس خالکوب مغازه‌ای که من خالکوبی کردم از من پرسیدن، راجع به تر پرسیدن و شروع یه مکالمه شده. من خیلی قضیه رو جدی نمیبینم که خیلی پدیده خیلی بزرگی باشه. ما انقدر به همون گفتن نکن نکن نکن، این نکنه باعث شد که این پدیده خیلی بزرگتر باشه. وقتی انجام میدین، من الان خیلی خوشحالم که انجام دادم و تنها قضیهش اینه که تنها افسوسی میخوام که چه مثلا 5 6 سال من این فکر تو ذهنم بود و تا زمانی که بخوام عملیش کنم این تردیده از من بیشتر انرژی. حالا در مورد این نکن نکن هایی که گفتی برمیگردم، باز سوال بیشتر ازت دارم. احتمالاً خانواده مثلا ممکنه که از اون نهادهایی باشه که خیلی یارو بخواد در واقع منصرف بکنه از این کار. در از فنلاند شما چطور، آیا شما همین تجربه رو داشتید که بهتون اول مثلا جامعه گوشزد بکنه، تصویر خوبی از تتو اصلا نبینید، فکر کنید که من اگر تتو بکنم ممکنه برداشت نادرستی جامعه از من بکنه، به خصوص با توجه به بحث جنسیت دیدیم که خانوم ها ممکنه معمولا تحت فشار بیشتری هم باشن در مورد تتو، شما تجربتون همینه یا نه واقعا مشکل نداشتید؟ سلام، من تجربه کم کمی شبیه همینه. من 6 سال پیش ایران زندگی میکردم، از وقت ایران بودم تا که 15 سالم بود یا 16 سالم بود. بعد اونجا همیشه مثلا فیلم ها رو میدیدم که دختر تتو دار از دارا تتو دار، بعد همیشه به این فکر کردم که من هیچ وقت نمیتونم مثلا تتو کنم رو بعدم خالکوبی کنم. بعد وقتی اومدی فینلند، چرا فهمی که هیچ وقت نمیدونی؟ چون اونجا نمیدونم جوری که من شنیده بودم نمیشد، مثلا اونجا ده ناممکن ها بود، یا مثلا اگه تتو داشتی همه به چش خیلی بد نگاه میکردن. مثلا دید جامعه ایران که توش تجربه زندگی داشتی به زنی که به خصوص تتو داره، حالا زن و مردم شاید خیلی واقعا فرقی نکنه، ولی به فردی که تتو داشته بالاخره چه نگاهی داشتن دقیقا؟ من نگاهی یادم به یه فیلم ناتاشا بود، اون موقع یه سریال اگه یادم بوده تتو داشت میگفتن نگاه کنید مثل ناتاشا، یا مثلا به چش نگاه میکرد که اون چیه، چه خلافکاره اینجور چیزا. خب چی شد که تو فنلاند این نگاه وجود نداشت احیانا، یا اینکه خودت شاید به این نتیجه رسیدی که فکر کنی نهایتا بدن من، انتخابش که چیکار میخوام با این بدن بکنم، چه طرحی میخوام روش بزنم، 100% با خودمه. چی شد که تو فنلاند خلاصه این ملاحظات رو گذاشتی کنار تتو کردی؟ خب تو فنلاند من اول معلمم، من دیدم که به دستش تتو داره، بعد مثلا دیدم که مثلا تو فنلاند وقتی یه معلم تتو داره این تتو چیز بدی نیست، اون چیزی که به من گفته بودن. بعد خاطر همین چیزی که دلم میخواست ابراز کردم به زبون آوردم، بعد مردم دور و بری ها خانوادم همه گفتن که مثلا چرا نه، اشکال نداره، ما اینجا اینجا ایران نیست میتونیم بکنه. بعضی آذر فکر میکنن که حالا تتوی اول احتمالاً تصمیم گیری در موردش سخت‌ترین تصمیمش، برای اینکه ممکنه که بعداً فکر کنی پشیمون بشم با اون تتوی چیکار کنم، حالا میتونم با لیزر پاکش بکنم یا هزار یه جور فکر دیگه. اما بعضیا میگن اگر اتفاقاً تجربه خوبی باشه ممکنه یه جور اعتیاد بیاره برادم، هی بخواد تتوی بیشتری بگیره. شما چطور، با یه تتو رضایت دارید یا الان تتوی زیادی دارید؟ من فقط یه تتو می‌خواستم، همون تتوی اولام، بله الان دیگه تقریبا همه جا بدن تتو دارم، دو تا دستان پارا رو پاهام رو شکمم رو کمرم رو همه جا تتو دارم. بله خب اینجوری شروع شد که تتو اول اسم پدرم کارتو کردم، پدرم وقتی بچه بودم فوت کردم، خاطرم خیلی برام مهم بود، بعد میدرستم که هیچ خسته میشه این تتو. بعد تتو اول که زدم بعد دیدم مثلا تتو بهم انرژی خوب میده، هر موقع تو آینه نگاه میکردم و گردم مثلا پدرم بود به انرژی خوب میداد. بعد دوباره تو سرم زد که اسم مادرم تتو کنم، بعد یه طرحی یه شکلی، بعد نمیدونم دیگه همینجوری هم چشمم ریخم. الان چند تا تتو تقریبا داری آذر؟ شمردی اصلا؟ از دست در رفتش دیگه شمارش.
الان داری میشموری انگار. حالا الان نشمور اگر که نمیدونی دقیقاً چند تاست چون فرصتمون کمه، ولی اولین تتویی که کردی گفتی انگیزه خیلی فردی و شخصی داشتی برای اینکه یاد پدرت رو همیشه زنده نگه داری، اما تتوهای بعدی چی؟ اونام یه معنی خیلی فردی برات داره یا مثلا یه راهی برای ابراز یک عقیده، یک نگاهی به دنیا، به جهان در واقع نگاه خودتو داری تتو میکنه به یک نفری رو بدنت، یا نه اصلا فقط به خاطر زیباییش اونطور که عادل گفت فقط از یه طرح خوشت اومده زدی رو بدنت؟ راستشو بخوام من مثلا وقتی میرفتم تو آینه نگاه میکردم، نگاه میکردم کدوم قسمت بدنم اگه تتو بذارم خوشگل‌تر میشم، سکسی تر میشم، بعد اونجا اول قسمت بدنم انتخاب میکردم، بعد یه شکلی بعد برای خودم تو ذهنم میگفتم آخه این شکل مثلا عکسی فرشته میگم آخه این شکل مامانمه، این اینه، این اونه، بعد برای خودم اونو معنی میکنم، تحقیق انتخاب کردم مثلا به بدنم تا به دستم میاد. خیلی هم عالی، مرسی از شما. زهر عباس از آلمان همکارانم میگن شما هم ظاهرا تتو دارید. بحث پشیمونی از تتو ماجراش چیه؟ اگه کسی پشیمون بشه یه چیزی انتخاب بکنه، طرحی امروز انتخاب بکنه که مثلا 10 سال دیگه خوشش نیاد، حالا یا دلشو بزنه، یا اینکه اصلا یه پیامی باشه که 10 سال دیگه اعتقادی بهش نداره حتی، تکلیف اون آدمو چیه؟ چقدر اصولا لیزر کردن بعدش برای پاک کردن تتو کار راحتیه؟ سلام به شما و عوامل برنامه خوبتون. سلام. خب من اولش که تتو زدم حتی خانواده‌ام هم دیگه یه جوری شد که حدود 6 ماه تصویری با هم صحبت نکردیم چون اونا ایرانن. تا 6 ماه با هم صحبت نکردید؟ بله تصویری. تصویری اصلا صحبت نکردیم. چرا؟ یعنی یه جایی هست تتوی شما که دیده میشه؟ آره انتقاد میکنن. بله دیگه، من صورتم، دستم، گردنم و پام، همه جان دیگه. الان یه جوری شده که جان ندارم دیگه واسه تتو. طرحهای خوبی دارم، طرحهای خیلی جالبی دارم، ولی خب متاسفانه فقط یکم از صورتم باقی مونده که انشالله بازنشسته شدم حتما اگر نظرم و طرز فکرم عوض نشده حتما از فیسم استفاده میکنم. این علاقه به تتو کجا اومده در مورد شخص شما؟ خب من اولین چیزی که زدم یک کازینه بود رو دستم، چون من از بچگی تقریبا 13-14 سالگی شروع کردم به ورق بازی، حالا تو خونه با دوستان، یعنی قمار یا اینا نیست. تا 23-24 سالگی اولین تتو رو اینجا زدم، تو دستم زدم، یک کازینه زدم. بعدش دیگه دیدم بعد از 6 ماه که ترسم ریخت و دوستان و آشنایان به صورتم و به طرحام یا به تیپ جدیدم عادت کردن، دیگه ترس ریخت و دیگه هر چقدر درآمد داشتم میدادم برای تتو. بسیار خوب، ممنون از شما. وقت زیادی نداریم، برگردیم پیش عادل ببینیم که این نکن‌هایی که به خصوص بهش اشاره کردی بیشتر از کجا میاد؟ از طرف خانواده بود؟ اون حرفایی بودش که شاید در جامعه دوستاتون مثلا مطرح میکردن؟ چی بود علتش؟ خانواده چندان به قول معروف نکنی نداشتن، من این نداشتن در این زمینه، ولی خب به هر حال قضیه بود که از طرف جامعه منتقل میشد و جامعه این با این جمله ثابت که در آینده پشیمون خواهی شد یا اگر در آینده پشیمون شدی چه اتفاقی میفته، سعی داشتن یه خود، هنوزم اگر دقت بکنی همچین تمی هست که من بکنن، در صورتی که ما خیلی از تصمیم هایی که میگیریم احتمال داره در آینده پشیمون بشیم، رشته دانشگاهی که انتخاب میکنیم، فرزند داشته باشیم، مهاجرت بکنیم یا نکنیم، تمام این تصمیم ها و تمام خود این عادل نشون میده که بحث تتو یه مقداری شاید جامعه حساسیت بیشتری داره بهش نسبت به مثلا بقیه تصمیم گیری که به قول شما تو اونام احتمال و درصد خطا هست. فکر میکنید که آیا مثلا گذشته این ماجرا هست که مثلا افرادی که در گروه های خلافکار بودن اونا بیشتر به سمت تتو میرفتن، اینه که موجب میشه نگاه جامعه چندان خوب نباشه، یا مسائل دیگری هست؟ به هر حال در سالهای اخیر به خصوص دههای اخیر میبینیم که بهتر شده نگاه، در واقع اون نگاه منفی زیاد نیست. این از کجا میاد؟ این تغییر به نظر شما ناشی از چیه؟ ناخن یه خود حساسیت بی‌دلیله و جامعه ما یه خود نسبت به تغییر به نظر من اینرسی بالایی داره، خیلی به سختی در برابر تغییر واکنش نشون میده مگر اینکه زود تغییر زیاد باشه، و الان این زود تغییر بر گذر زمان باعث شده این شما مقدار این قضیه رو ببینید، ولی همچنان که همچنان هست شما میبینید که در برابر تتو بالاخص داخل جامعه ایران یا در جمع‌های ایرانی همچنان اون نگاه مثبت وجود نداره. بسیار خوب، خیلی ممنون. با آذر و عباس خداحافظی میکنم، همینطور با عادل از نروژ که از طریق اسکایپ با
ما همراه بود در این بحث. چند تا توییت براتون بخونم. مهبانو نوشته که من موافق خالکوبی نیستم، بعد از مدتی عادی میشه و یه مود دیگه جایگزین میشه. خب جوانان نه همه، بعضیا دوست دارن بدن خودشونو، خودشون لذتش هم میبرن، چرا که نه. پرویز نوشته که من یک جوان 30 ساله هستم، قدیما به قول ما فقط افراد خلافکار تتو میکردن، اما الان چهرهای فرهنگی و اشخاص مثبتم تتو میکنم و صد البته دید من قدیما خیلی منفی بود، اما الان درست نگاه مثبتی ندارم، نگاه منفی هم ندارم، اما خودم شخصا تتو رو دوست ندارم. خوبه که حداقل قضاوت هم نمیکنه. نازمر نوشته که پاسخ دلایل خالکوبی همان علت انجام عملهای زیبایی و آرایشهای غلیظ دختران ماست، افراط در هر چیز بدون اطلاع از فلسفه اصلی کار. مامانم گفته من هر گونه وسیله اشیا یا حتی خالکوبی را به عنوان خودنمایی میدونم، آخر چرا باید بدن خودمون رو مورد آزار قرار بدیم؟ همونطور که در ویدیوی اول برنامه هم دیدیم، به هر حال در سالهای اخیر در ایران بحث خالکوبی بسیار رایج شده و این موجب شده که بعضی از مسئولان هم حتی در این مورد اظهار نظر بکنن. بعضی از این اظهار نظر رو با هم دیگه اینجا می‌بینیم. مصطفی گواهی که رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران است گفته خالکوبی و سولاریوم به شدت افزایش پیدا کرده و الگوهای جامعه بر افزایش این دو تاثیرگذار بودن. کسانی که افرادی که الگو هستن در جامعه، مثلا احتمالاً بین ورزشکارا و اهالی سینما ممکنه که بعضیا دست به این کار بزنن. و البته ایشون در ادامه گفته انجام خالکوبی، برداشتن زیر ابرو و سولاریوم برای واحد صنفی جریمه به همراه داره. با این حال میدونیم که خیلی از کلینیک‌ها هستن در اینستاگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم تبلیغ می‌کنن و ظاهراً به حال بسته هم نشدن، دارن فعالیت میکنن. علیرضا سلیمانی که معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، طولانی بود خیلی، هستن گفته که دستگاه خالکوبی مورد استفاده در کشور به صورت رسمی وارد نشدن و هیچ تضمینی در موردشون وجود نداره. به نوعی در واقع هشدار هست که مواظب باشید که یه وقت عوارضی نداشته باشن این دستگاه ها. مجید اپری که متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی هم گفته حدود 5% زنان و مردان کشور به دنبال خالکوبی هستن و باید رسانه ها به فکر پیشگیری باشن. اینکه آیا آمارگیری دقیقی در این مورد شده یا نه نمیدونم، ولی به حالش میگم 5%. مؤید علویان هم که رئیس شبکه هپاتیت ایران هست گفته خالکوبی در آرایشگاه زنانه افزایش یافته و خطر انتقال هپاتیت را بیشتر کرده. زمینه که اصولا در مورد افرادی که سیستم و دستگاه ایمنی ضعیفی هم دارن توصیه میشه که بیشتر دقت بکنن، با پزشکشون حتما قبلش مشورت بکنن، چون به هر حال میتونه برای اونها در دراز مدت احیانا مشکلات ایجاد بکنه. مثلا در مورد کسانی که دیابت هم دارن گفته میشه که دقت بیشتری در بحث تتو داشته باشن. بریم رو خطوط تلفن. مهدی رو داریم در مشهد با ماست، بعدم با رضا در تهران صحبت میکنیم. مهدی، خود شما شخصا تتو دارید یا خیر؟ و اینکه اگر دارید بفهمید که انگیزتون چی بود، چرا اصلا تصمیم گرفتید که رو بدنتون خالکوبی کنید؟ سلام. بله، من تتو دارم رو سینم و گفتم که چون ورزش هوایی انجام میدادم یه طرح عقاب رو رو سینم زدم. یعنی یه چیزی که مرتبط با علایق دیگه تون هستش در واقع، درسته؟ آره دیگه، آره. ولی هیچ وقت این موجب شده که مثلا قضاوت خاصی بخواد دور و بریات داشته باشن در مورد شما، خانواده، اطرافیان؟ البته گفتید رو سینه‌تون عقاب زدید، درسته؟ آره، جایی که زیاد دیده نمیشه. آره، شاید تو استخر یا تو باشگاه آدم بره مثلا دیده بشه. ولی خب تو همون استخر مثلا گاهی وقتا نگاه‌های مثلا افراد عمدتاً سنتی‌تر و اونایی که یه مقدار محافظه کارن، اونا رو آدم متوجه میشه که نگاهشون شاید مثلا یه ذره بار منفی داره، این آدم متوجه میشه. خب تو جامعه ایران به نظر شما چه اتفاقی افتاده که به هر حال از حجم نگاه‌های منفی حتما کمتر شده که جوان‌ها تو این سالا بیشتر هم دارن تتو میکنن، یا شاید هم جوان‌ها یاغی‌تر شدن؟ آره دیگه، یه مقدار خب آزادی احساس می‌کنم، مخصوصا مثلا با این بستر شبکه اجتماعی این داستانی مقدار آزادی بیشتر شده. بعد خب جامعه هم داره، واقعا جامعه ایران هم جامعه چیزی نیست، حالا یعنی رو به رشد، یعنی یه سری تغییرات داره واقعا اتفاق میفته، آدم متوجه اینا میشه که این تغییرات هست، نگاه ها داره عوض میشه و از اون سنت ها داریم یه جوری گذر میکنیم. حالا اگه حکومت درست، حکومت ما رو یه ذره چفت و بست گذاشته، برای ما گرفته ما رو محکم، ولی خب بازم جامعه داره راه خودش رو میره. خیلی چیزا مثلا الگوها، مثلا خب از به هر حال من فکر میکنم الگوی این چیزا از هالیوود و از اون قسمت ها میاد، از قدر داره. بسیار خوب، ممنون از شما. رضا از تهران. رضا، چقدر فکر میکنی این روزا جوانایی که دارن تتو میکنن به یک نوعی همون انگیزه‌ای که اصلا در ابتدا تتو داشته، یعنی ابراز مخالفت با فرهنگ غالب جامعه، چقدر این رو دارن دنبال میکنن؟ چقدر احیانا مثلا مخالفت با کنترل حکومت روی نوع پوشششونه که حالا به شکل افراطی داره مثلا در تتو خودشونشون میده، چقدر هم واقعا اصلا به این کارا، به مسائل اجتماعی سیاسی بی توجه هستن، فقط به خاطر جوونیش، به خاطر علاقش به تر دست به خالکوب میزنه؟ سلام به شما، سلام به همه
همکاران محترمتون در BBC و همه بینندگان و شنوندگان محترم برنامه هشتگ شما. من فکر نمی کنم خیلی این جنبه سیاسی یا یعنی مخالفت مدنی داشته باشه. الان فکر می کنم آنچه که انگیزه اصلی هست برای تعصب، فشن، مد و تلاش برای زیباتر شدن بدن، یا به قول اون یکی از شرکت کنندگان تو برنامه‌تون خانم ها بیشتر دوست دارن جلب نظر بکنن تو بدنشون، فکر میکنم این باشه. خیلی خب فشن و مدی که شما بشه شرکتی رضا در مورد لباس قابل درکه، با توجه به اینکه اصلا ذات فشن اینه که هر چند وقتی بار باید عوض بشه دیگه، که توجه جامعه مخاطبش رو همیشه حفظ بکنه. اما در مورد تتو واقعا به این راحتی نیست. مثلا اگه مثلا این خانمی که تصویرش این جریان داری میبینی از این طرح خفاش فکر میکنم رو سینه‌اش یه روزی خسته بشه، کار بسیار سخت و دردناک و هزینه بریه که بخواد با لیزر بره اینو برداره. از این نظر چقدر واقعا فکر میکنی افراد الان میدونن این مسائل رو با هم باشه آشنا هستن در جامعه ایران و قبل از اینکه بخوان دست به تتو بزنن واقعا در نظر میگیرن تبعاتشون؟ درسته، من یکی از دلایلی که خودم هنوز نتونستم با خودم کنار بیام با توجه به اینکه علاقه هم دارم به تتو، اینکه یه طرحی رو تنم بندازم، اینه که نگران اینم یک موقعی این دموده بشه یا من خسته بشم از این طرح. از این منظر با فرمایش شما کاملا موافقم، اما از اون باب فشن و مدی که گفتم منظورم این نیست که مدام عوضش بکنیم مثل لباس. یه جور جذابتر شدن، یه جور شیکتر شدن، یه جور با کلاستر شدن. شما قدیم شاید 50 سال پیش فقط کسایی که زندان میرفتن یا کسایی که مقدار حالتهای لوتی فنشی و اینجور داستانها داشتن رو تنشون خال مینداختن، ولی الان این یک جور با طرحهایی که اومده تبدیل شده به یک نوع کلاس، یک نوع در واقع جذابیت بصری، وارد پاپ کالچر یا فرهنگ عامه پسند هم به حال شده. خیلی ممنون از هر دو نفر، با مهدی و رضا خدافظی کنیم. چند تا توییت براتون بخونیم. کلونل نوشته که البته خاستگاه اولیه خالکوبی در ایران روستاهاست، تمام مادر بزرگان ما حتی روی صورتشون خالکوبی داشتن. مهبانو رو هم که فکر می‌کنم نظرشو خونده بودم. اما گذشته از نوع نگاه جامعه شما به ماجرای خالکوبی، باید دقت کنید که کلینیک یا سالونی که برای تتو انتخاب می‌کنید اولا که چقدر نکات بهداشتی رو رعایت می‌کنه، ولی حتی اگر به یک کلینیک هم مراجعه کنید که همه اون نکات بهداشتی رو در نظر داشته، باز خود خالکوبی ممکنه که بعد از مدت یه سری تبعات و عوارض داشته باشه. براتون اونا رو در یک آلبوم عکس انتخاب کردیم، هشدارهایی هست که در واقع در مورد تتو مطرح میشه که باید حتما در نظر داشته باشید. براتون بخونم بعد از اینا رو. واکنش آلرژیک به جوهر خالکوبی، در واقع اون رنگدانه هایی که در خود جوهر هست ممکنه که گاهی اوقات نسبت به اون رنگدانه پوست شما بخواد واکنشی نشون بده، احیانا تورم داشته باشه، قرمز بشه و به هر حال اذیتتون بکنه که واقعا هم قابل پیش بینی نیست تا قبل از اینکه بخواید تتو بکنید. پنهان ماندن سرطان پوست، خیلی وقت هستش که دکترها علائم اولیه سرطان پوست رو با توجه به اون لک و پیسایی که ممکنه که روی خود پوست دیده بشه تشخیص میدن، ولی وقتی که پوست شما در نقاطی کاملا پوشیده میشه با تتو، طبیعتاً در واقع شناخت اولیه اون بیماری‌ها رو ممکنه برای دکتر سخت بکنه. تاثیر بر تعرق پوست، گاهی اوقات گفته میشه که کسایی که به خصوص ورزش زیاد میکنن باید اینو در نظر داشته باشن، تا 50% ممکنه اون منطقه از بدن شما که خالکوبی رو شده تعرق کمتری داشته باشه، که به هر حال از لحاظ زیستی هم خوب نیست براتون، از لحاظ اینکه بخواد جلوی تعرقتون گرفته بشه، برای کسی که به خصوص ورزش میکنه خوب نیست. پیجوش خطر عفونت باکتریایی هم به هر حال مطرحه. انواع مختلفی از عفونت های باکتریایی رو در واقع پزشکان گزارش کردن که بعد از تتو در بیمارانشون مشاهده میکنن. تأثیر بر پروسه های درمانی هم هست. مثلا میگه که وقتی که میخواهید تتو بکنید ممکنه که اصلا دقت نکنید که برای بعضی از پروسه ها مثل MRI گرفتن ممکنه که تتو بتونه مشکل ساز بشه، به خصوص اگر در خالکوبی از جوهرهای استفاده شده باشه که ترکیبات فلزی دارن. در اون صورت وقتی که میخواهید MRI بکنید این میتونه برای شما مسئله ساز بشه. وقت زیادی نداریم، رو خودت تلفن شهرزاد داریم که از فنلاند با ماست، بعدم از ویلز با دامون صحبت میکنیم. بعد شخصت بفهمید که نگاه جامعه‌ای که شما در شخصیت فنلاند، آیا واقعا تغییری کرده در سالهای اخیر، راحت تر شده بحث تتو کردن، یا همچنان مثلا برای کسی که میخواد بره در بعضی از مشاغل خاص کار بکنه تتو به عنوان یک نشان و نماد چندان مثبتی شناخته نمیشه؟ سلام. فکر نمی کنم هیچ وقت تو فنلاند زیاد اونقدر فرق نداشته همیشه، یعنی برای مردم فلان چقدر مهم نیست که یکی تتو داره یا نداره. خودتون تتو دارید؟ آدم خوب. من خودم برای تتو دارم، یه دونه دستم یه دونه روی بازوم. طرحش رو چجوری انتخاب کردید؟
طرحی که روی بازوم دارم اسم پدرم رو تتو کردم با یه قلب، با یه علامتی که به معنای این که مثلا تا همیشه تا ابد مثلا این دوست داشتم باقی میمونه. خب در مورد پدر مادر هیچ خطری تهدید نمی‌کنه چون به حال همیشه دوستشون دارید و تغییری هم نمی‌کنن. پدر مادر آدم همون پدر مادر میمونن. ولی مثلا کسی که اسم همسرش رو، اسم دوست دخترش رو، دوست پسرش رو انتخاب می‌کنه، اونا چی؟ برای اونا فکر نمی‌کنم کار درستی باشه، چون همیشه آدم نمی‌تونه از آینده بدونه که این رابطه باقی میمونه یا نمیمونه. به خاطر همین این کار درست نظر من نیست. تا دومتون هم چون وقت خیلی کمه بفهمید که چیه و اونو بر چه اساسی انتخاب کردید. فرصایی که رو دستمه ما سه تا دوست خیلی خوب بودیم، یعنی هنوز که هنوز با هم دوستیم و بچگی، بعد همیشه دوست داشتیم یه علامتی داشته باشیم برای نشانه دوستیمون و تمام تصمیم گرفتیم که یه دونه الماس خیلی کوچیک رو انگشتمون تصفه کنیم. ما سه تا دوست در واقع یه نشانه بین سه نفر برای ثبت دوستیشون. خیلی ممنون. دامون از ویلز رو داریم. دامون، بعضی اشاره میکنن به اینکه مثلا میگن برای مردا به هر حال خوب نیست، برای خانوما هم خوب نیست، ولی اگر بخوایم بین زن و مرد نگاه بکنیم ممکنه یه نگاه جنسیتی، من دیدم در شبکه اجتماعی در پاسخهایی که به خصوص در توییتر برامون اومده بود، بعضی میگفتن برای خانوما به مراتب بدتره و تابوی بزرگتریه. موافقی با این نظر؟ بالا تو جامعه ایرانی که به نظر من همینطوره. 100% برای خانوما تتو چیز مناسبی نیست با توجه به کلچر و فرهنگ کشور ما و اون چیزی که شما تو خیلی از فیلم‌ها می‌بینید، مخصوصا بازیگرای پرنستار زن خیلی‌هاشون از تتو استفاده می‌کنن و زیاد نشانه خوبی برای تو جامعه ایران نیست. خب پرنستارا مثلا لاک هم می‌زنن انگشتاشونو، پس معنیش اینه که هیچ زنی نباید لاک بزنه؟ این درسته؟ آیا همه زن‌ها لاک می‌زنن؟ درسته؟ اینو بعضی هم نمیزنن. بعضی هم نمیزنن. درست؟ ولی اگه درصد بگیرید، یعنی اون با جامعه آماری رو بگیرید چگونه است؟ بیشتر پرنستارا من تقریبا دیدم از تتو استفاده میکنن، ولی بیشتر مردان و زنان جامعه از تتو استفاده نمیکنن، ولی بیشتر زنان. شما خودت بین زنانی که در زندگیتون اطرافتون هستن کسی هستش که تتو کرده باشه؟ من دوست دخترم استفاده میکنم. و بعد حتما میرتون یه دعوای مفصل هم بوده؟ نه من بهش چیزی نمیگم. من با اون فلسفه زدن تتو در کل مخالف نیستم، چون نماد آزادی انسانه، یعنی که یک نفر میتونه این عقیده رو داشته باشه این کار رو بکنه یا نکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون. واقعا وقت کمی داریم، یک کاش با دامون بیشتر میشد حرف بزنیم ببینیم که واقعا چقدر مسئله جنسیت ربط داره، ولی واقعا وقتمون کمه. موجان نوشته تتو بیان کننده زندگی انسانه که بدون صحبت کردن شخصیت فرد رو توصیف و حتی زندگیش رو میتواند روایت کند. هوشمند نوشته که قطعا یه تصمیم احساسی و غیرعادی و نوعی خودآزاریه. جوهر شیمیایی را با کلی درد و هزینه وارد بدنشان میکنم. و نیلوفرم گفته من مشتری دارم که کل بدنش رو تتو خودم کردم و عاشق بدنش هم هستن. صرف این که بعضیا دوست ندارن دلیل نمیشه که بقیه هم مثل اونها باشن. به پایان این بحث میرسیم. در توییتر همچنان بحث در جریان. @bbc شما شناسه توییتری ماست. از طریق همین شناسه در تلگرام هم میتونید برای ما فیلم و عکس و احیانا موضوع برای بحث‌های بعدی رو ارسال بکنید. خوب و خوش باشید. تا فردا.